تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ ردیما اینجایی؟ ردیما این تویی یا نه؟ ردیما؟ ردیما؟ سلام مادر جون، رفته بودی واکسن کرونا بزنی؟ آره؟ امیدوارم اذیت نشده باشی. نگران من نباش، بگو ببینم چی شده، اومدی چی به هم بگی؟ مامان، این ردیمایی که تو خونمونه ردیمای واقعی نیست. چی؟ این ردیما نیست، بدلشه. من با گوشای خودم شنیدم مامان، داشت با گوشی با یکی صحبت میکرد، با یه نفر یه معامله‌ای کرده. اگه ردیمای ما بود اصلا همچین کاری نمیکرد. من مطمئنم که این آدم متقلبه. منم اولش همین حسو داشتم. تو چون نمیتونی هیچی رو تو دلت نگه داری، میای اینجوری همه چیزو میگی، ولی الان واقعا فکر میکنم دیوونه شدی. فیلمی، تئاتری، چیزی بازی میکنین اینجا با یه دختری که دوتا نقش داره. مادر جون، الماسای شما و تفنگ بابا کی میتونه اونا رو بدزده؟ باید بهش فکر کرد دیگه ماما. نه وانش، واقعا ببخشید، عذر میخوام. از تو بودی اومدی برای اولین بار خونه دوستت بهش سر بزنی، ولی نه به عنوان دوست، به عنوان دشمن. چرا؟ بازم چه به عنوان دوست اومده باشی و چه دشمن، از نظر من رفیقی.
به خونه کوچیک من خوش اومدی دوست عزیزم. بذار چراغا رو واسه عزیزترین دوستم روشن کنم. معرفی میکنم، همسر زیبای من. همسر تو؟ آره، همسرم. این چه مزخرفاتیه که میگی؟ این که اکثر ردیماست. درکت میکنم وانش، منم اولین بار که اومدم خونه تو، اولین بار که ردیما رو دیدم واقعا گیج شدم، شوکه شده بودم. دقیقا یکسانن. منم شاید حتی باورم میشد اگه که خودم زنم رو نکشته بودم. واقعا باور کردم که عشق من زنده است. ولی میدونی چیه؟ انگار که ظاهرن چهره زنامون دقیقا این همه. چه تصادفی. بیا یه چیزی بخوریم. افتخار دوستیمو بیا بگیرش. بگیر دیگه رفیق. یه چیزی که متوجه نمیشم، وقتی که اومدی به خونه من و ردیما رو دیدی، چرا همون موقع نگفتی که زن دقیقا هم شکل اون بوده؟ ببین وانش، من درک میکنم، منم وقتی اومدم خونه دقیقا همین حالو داشتم. ولی تو هم درک کن دیگه. بدش به من. جو خونتون خیلی خوب بود، بعد انتظار داشتی من شروع کنم راجب زن مرحومم صحبت کنم و بیام و حال همه رو بد کنم؟ نه، من این کارو نمی کنم. وقتی که ردیما رو دیدم خیلی شوکه شده بودم، همزمان هم خوشحال بودم هم ناراحت. خوشحال بودم که حداقل یه دختری هست که زنده است و دقیقا شبیه زن منه. چند لحظه میبخشی؟ باید جواب باشه بدم. راحت باش. الو، رئیسی اطلاعاتی از ویان پیدا کردم. توی تایلند و فرانسه اسمش خیلی بد در رفته. از مافیای تایلند خیلی ها دنبالشن که بکشنش. میلیون ها دلار کلاهبرداری کرده. الانم اومده هند مخفی شده و شنیدم که میخواد یه پایگاه واسه بیزنسش تو هند بزنه. راستی چی شد؟ تو فهمیده ردیما کجاست؟ نه، ولی اینطور که معلومه چهره ردیما و زن ویان دقیقا با هم یکسان بودن و ویام قبلا همسرشو به قتل رسونده. چی؟ چطور ممکنه؟ منظور چی؟ رئیس، طبق چیزی که منو به من گفتن همسر ویام زنده است. میدونم که نمیشه بهش اعتماد کرد، یه جگه کارش داره میلنگه، در نهایت به من خیانت میکنه. بعدا بهت زنگ میزنم. باشه رئیس. وانش، چی شده؟ همه چی مرتبه؟ یه سوال ازت دارم. اسم همسر چی بود؟ مطمئنم چهره ها میتونن یکسان باشن، ولی اسما حتما متفاوت بودن. تو با اسمش چی کار داری؟ ولش کن، اسمش هم همراه با خودش. همین انتظار رو ازت داشتم. بگو ردیما کجاست؟ وانش چی کار داری میکنی؟ ردیما کجاست؟ زن توه، باید تو خونه تو باشه. چی کار میکنی وانش؟ چه بلایی سرش آوردی؟ من هیچ کاری نکردم. زن من مرده، اون زن توه. چرا از من میپرسی؟ خفه شو، ردیما تو خونه من نیست، بدلش اونجاست و تو اونو فرستادی که منو نابود کنی. آره، اون زن توه، در واسه تو کار میکنه. تفنگ پدر بزرگ منو دزدید، خودم با چشای خودم دیدم که به تو تحویلش داد. الماسام هم حتما تو دزدیدی. فکر کردی من نمیفهمم؟ من واسه شنیدن این مزخرفات نیومدم. تو همه چیو میدونی؟ چهره واقعیت برملا شد ویام. بگو ردیما کجاست وگرنه میکشمت. حالت نمیشه وانش؟
باید به زور بهت حالی کنم. خیلی خوب، حالا چی میگی؟ ها؟ خدا نگهدار. من ردیما رو پیدا میکنم ویام، ولی بعدش به حساب تو هم رسیدگی میکنم. این جنگی که شروع کردی و خودم تمومش میکنم، قول میدم. حتما دوست من، میبینم ات. الان خوب شد. بچه و ماما و بابا. تو کجا رفتی ردیما؟ قرار بود من مراقب تو و بچه‌مون باشم. حتی اگه لازم باشه بابتشون ردیما یه تقلبیم میکشم. متقلب، کلاه بردار، خائن، داشتی همه رو گول میزدی، داری ادای عروس این خونه رو در میاری یا غارتش میکنی. با خودت چی فکر کردی؟ فکر کردی این توطئه‌هات قرار نیست هیچ وقت لو برن؟ تو ردیما نیستی، مطمئنم. از این خونه برو بیرون، وگرنه به پلیس زنگ میزنم. خاله تو بزرگتر از منی، واسه همین جوابی بهت نمیدم، ولی معنیش نیست که همیشه ساکت میشم. من ردیمام، زن وانش رای سینگانیا و عضوی از این خانوادم. و اگه دوباره بهم تهمت بزنی یا بخوای آسیبی به بچم بزنی، دیگه بهت رحم نمی کنم، اینو بدون. و تو منو تحویل پلیس نمیدی، اون منم که تو رو تحویل پلیس میدم. دروغه، داری دروغ میگی. تو ردیما نیستی، بچه وانشم تو شکمت نیست. تموم شد؟ این عکس رو میشناسی؟ معلومه که میشناسم، این وانشه. آره، این عکس بچگیه یه وانشه. میخواستم این عکس رو بذارم جلوم که وقتی بچه‌مون به دنیا اومد، چه دختر چه پسر شبیه وانش بشه. حالا بگو ردیما، این کارای الکی و اداها برای کیه؟ اون مکالمه‌ای که با گوشی داشتی؟ ما شنیدیمش. معامله ای با کسی کردی؟ چه معامله ای؟ تو اگه عضوی از این خانواده بودی نمی رفتی با کسی دیگه ای معامله کنی، درسته؟ چشم و گوش من همیشه حواسشون به داخل و بیرون عمارت وی آر هست. همه اونجا دارن به ساز من می رقصن. یعنی کسی که خبر رو به ویوم میده خلاص؟ چی شده؟ دیگه دروغی برات نمونده؟ این که کی داره دروغ میگه و کی نه رو زمان مشخص میکنه، ولی فعلا هر دوتون خوب گوش کنید که من متقلب نیستم. من ردیما، عضو این خانواده، و الانم نیاز دارم که استراحت کنم. پس اون گوشی لعنتی رو بردار. رئیس، رئیس، فهمیدم که چرا زخمی شدی؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا اینجوری شدی؟ نانگری منو بیخیال شو، بگو چی شده؟ بذار اول ببرم دکتر. گفتم بیخیال شو نانگری، بگو چی شده؟ رد تماس زدین. عالی شد. معلوم نیست الان ردیما تو چه حال و وضعیه. نانگری، یه دقیقه هم نباید از دست بدیم. من میرم لوکیشن رو برام بفرست. ردیما رو که پیدا کنم به حساب اون بدلم میرسم. رئیس، رئیس کجا داری میری؟ لوکیشن تماس هم اینجا بوده. چی؟ آره، عمارت وی آر. تماس از داخل خونه گرفته شده. چطوری ممکنه؟ چطوری ردیما از تو خونه زنگ زده؟ دقیقاً،
منم شوکه شدم. این یعنی ردیمان نبوده که زنگ زده. چی داری تنم میکنی؟ بعد پوشیدن این لباس دیگه نمیتونی دروغ بگی. الو؟ واش من ردیمم. واش خواهش میکنم نجاتم بده. به هیچ کس نگو، فقط خواهش میکنم بیا دنبالم. واقعا نمیفهمم اینجا چه خبره. هم ردیمای واقعی تو خونه است، هم ردیمای بدل. فقط یه راه واسه فهمیدنش هست. الو، خیلی وقت زنگ میزنم چرا جواب؟ تماسی با من نگرفتی. وانش داشتم الان بهت زنگ میزدم، ولی میگفت که در دسترس نیستی. شاید با جون و دل زنگ نمیزدی عزیزم. اگه از ته دل زنگ زده بودی قطعا وصل میشد. راستی موهاتو بالا بستی، خیلی بهت نمیاد. وقتی موهاتو باز میذاری خیلی خوشگل تری. آه، پس اینجایی؟ داری جاسوسی منو میکنی؟ خب چی کار کنم؟ آدم وقتی زنش خوشگل باشه مجبور جاسوسیشم بکنه، هم برای زنش هم اطرافیانش، تا نکنه یه وقت دشمن بهش نگاه کنه. اون ردی چی رو گردنته؟ زخمی شدی؟ واش میشه بهم بگی کجا بودی؟ این یه زخم کوچیک عزیز دلم. تازه زخمایی که تو بهم زدی و ندیدی. حتی تو این وضعیت هم فکر عشق و عاشقی؟ تو اینقدر زیبایی که چی؟ اگه حرفی عاشقانه تموم شده بیا بالا تا پماد بزنم روی زخمت. تو فقط کافیه که دستت بهش بخوره، همه یه زخمام خودشون خوب میشن. باشه پس بیا بالا. یا دوباره میخوای بری بیرون؟ کجا میتونم برم وقتی مقصدم روبرون وایستاده؟ واقعا عاشق این عادتتم، عاشق حس و حاله الان هستم. نمیدونم چی تو مغز واش میگذره. اون مثل یه روباه فریب کار ناگری. برای اینکه گیرش بندازیم باید تلک خوبی براش بذاری. اونجا چه خبره؟ میدونی چند بار بهت زنگ زدم جواب ندادی؟ قضیه اونجا چیه؟ زود باش بگو واش اومد. اونجا چی شد؟ میخوام همه چیو با جزئیات بدونم. الو با تو دارم حرف میزنم. چطور جرأت میکنی گوشی رو رو من قطع کنی؟ کار مهم باهات دارم لعنتی. جون من اینجا در خطره. بعد تو بازیت گرفته؟ بگو چی شده. وان چی ازت پرسید؟ تو چی بهش گفتی؟ چقدر میدونه؟ میخوام همه چی رو بدونم. اینم که دیوونه شد. عقلتو از دست دادی؟ دیوونه شدی؟ دارم ازت سوال میپرسم، واسه چی قطع میکنی؟ داری با من حرف میزنی عروسک؟ عروسک ببین، من فقط میخوام بدونم وان چی ازت پرسیده و تو چی بهش گفتی؟ جوابی برات ندارم، ولی اگه یه بار دیگه موقع صحبت با من صداتو ببری بالا دیگه هیچی بهت نمیگم. ببخشید. حالا شدی عروسک خودم. خب بگو. وانش یه جوری داره حرف میزنی که حس میکنم بهم شک کرده. آره مشکوک شده. فکر میکنه تو یکی دیگه ای. نه ردیما داره دنبال زن واقعیش میگرده. ولی هیچ وقت قرار نیست واقعیتو بفهمه. نه نباید بفهمه. ولی تو هم باید خیلی باهوش باشی که اجازه ندی اون از واقعیت خبردار بشه. میفهمی؟ حالا خوب بهم گوش بده. وارد فاز سومه. معاملمون میشیم. باید یه جعبه سیاهو برام بیاری. میدونی جعبه سیاه چیه؟ نه
نمیدونم، ولی جعبه مال وانشه. چقدر تو باهوشی. جعبه سیاه چیزیه که هر کسی داشته باشدش میتونه تبدیل بشه به پادشاه بدون تاج دنیای خلافکارای آسیا. یعنی میخوای که قبل از اینکه دست وانش برسه من پیداش کنم و برات بیارمش؟ درست میگم؟ عالیه، تو همه چیو میدونی عروسک. کجا باید دنبال جعبه سیاه بگردم؟ از کجا قراره بیاد و کی قراره بیارتش؟ همه جزئیاتو بهم بگو. تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه که این جعبه سیاه الان تو شهر ماه و تو باید برام بیاریش قبل از اینکه دست وانش به اون برسه. موفق باشی عروسک. الو ببخشینا، برو کنار از سر را، خیابونه که نخریدی، برو کنار. ببخشید دارم با شما صحبت میکنم. عذر میخوام خانم، ندیدم شما رو. ها؟ منظورم اینه که دقیق ندیدمتون. نمیخواستم بی‌ادبی کنم. معلومه که نه. خب تموم شو. میبینی؟ خیابون مال خودته، خالیه. خوشحالی؟ حالا برو. چیه؟ داشتم فکر میکردم میتونم تا جایی برسونمتون یا نه، چون پیاده هستین مطمئنم دارید یه جایی میرید دیگه، مگه نه؟ خب میدونی مشکل همینه، نمیدونم کجا باید برم، فقط دارم میرم ولی نمیدونم کجا. هر جا خیابون منو ببره همین. میدونی چیه راستش؟ من خیلی ماجراجویم، دوست دارم بچرخم. منم میتونم تو ماجراجویی شرکت کنم؟ البته اگه اشکالی نداره. خیلی خوب بیا بریم، من خیلی ماجراجویم. تو ماشینم جا هست، تو قلبم هم تو. چی؟ هیچی، بیا گازت نمیگیرم. ولی گاهی وقتا من گاز میگیرم. متوجه، لطفا. راستی اسم من آریانه، آریان رایسینگانیا. کیارا. من اون محموله رو در سریع ترین حالت ممکن میخوام، فهمیدی؟ باشه خوبه، همونجا وایسا. چی شده مادر جان، همه چی مرتبه؟ هیچی مرتب نیست، واسه همینم اومدم اینجا. از صندلی فاصله بگیر. آخه چرا؟ چرا از صندلی فاصله بگیرم؟ چون چاره ای برام نذاشتی دیگه جز این کار.
اول به هم بگو چه تصمیمی راجع به ردیما گرفتی؟ آره وانش، چه تصمیمی برای ردیما گرفتی؟ بالاخره تا کی میخوای منتظرش بذاری؟ مادر جان، ببین من میدونم اتفاقاتی که دارن میفتن خوب نیستن، ولی خیلی چیزا هست که الان نمیتونم بهت بگم. تنها چیزی که میتونم الان بهت بگم اینه که یکم باید بهم زمان بدی تا بتونم واقعیت رو بهت نشون بدم. بعد از اون هر کاری که تو بگی منم انجام میدم. بس کن، انقدر سعی نکن منو متقاعد کنی. گاهی حس میکنم اصلا خودت هم متوجه نیستی چی داری میگی. من دارم واقعیت رو میگم. واقعیت اینه که ما نه الماسامونو پیدا کردیم نه تفنگ اجدادیمونا، و من نمیتونم دیگه این مسائلو تحمل کنم. واسه یه همینم تصمیم گرفتم که این صندلیو ازت بگیرم. این صندلی یه مبل ساده نیست، فقط آدمی حق نشستن روی این صندلیو داره که قلبش واسه این خانواده بتپه، ولی قلب تو با اون دختر خیانتکاره، پیش خودت نیست. اون دختری که داره همه چیزو از ما میگیره، ولی به خاطر تو وانش، فقط به خاطر تو ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. واسه یه همینم تصمیم گرفتم تا وقتی که راجب ردیما کاری نکردی دیگه این صندلی مال تو نیست. هر حق و حقوقی هم که نسبت به خانواده داشتی ازت گرفته میشه. فقط آدمی میتونه روی این صندلی بشینه که نگران شهرت خانوادش باشه و براش مهم باشه. مادر جون، هیچ کس بهتر از شما نمیتونه شهرت این خانواده رو نجات بده. بگو وانش، تو با تصمیم مامان موافق نیستی؟ چرا موافقم؟ وایسا. چی شده؟ همینجا پیاده میشه. من بازم متاسفم. واسه این که رسوندی؟ نه، واسه این که زودتر ندیدمت. تازه اومدی شهر ما؟ هر چیزی رو که برای اولین بار ببینی به نظر جدید میاد. ولی قلبم شکست، مسیرمون خیلی کوتاه بود. مقصد میتونه طولانی تر باشه، آدم که نمیدونه. جدی میفرمایی؟ ولی امروز نه، یه روز دیگه، بعدم میبینمت. ممنونتم زیبا. اشکالی نداره. ببخشید ولی کنایه آمیز بود. من تو رو رسوندم، تو هم باید ازم تشکر کنی. ببخشید ولی تو بودی که ازم خواستی برسونیم، برای همین این تویی که باید ازم تشکر کنی. ممنونم زیبا، تقصیر منه. و راستی اشکال نداری یه عکس ازت بگیرم؟ معلومه که نه. قبولش میکنم، بیادبی تو، ماجراجویی تو، همشو میپذیرم، چون بیش از حد خوشگلی. اگه دوباره نبینمت اسم میکنم نفسم بالا نمیاد. درسته خیلی وقت نیست آشنا شدیم، ولی تو واسه همیشه مال خودمی. واقعا جادوییه، انگار که جادوگری. تا دوباره همو ببینیم امیدوارم زود بگذره. عجب، تو حالا ندیده بودم انقدر رومانتیک بشی. ایشانی، مطمئنی حالت خوبه؟ همه چی مرتبه؟ ایشانی وایسا، بذار زنگ بزنم. بده من گوشیو. ایشانی اذیتم نکن. خدای من، آره خوشگله. حالا کی هست؟ چرا اینجوری جس گرفته؟ آخ ای خدا، این کیارای منه و داره سعی میکنه نشونم بده که هیچ کس حالا حلقه تو دستش نکرده. عشقایی دیوونه میشه. منظورم اینه که آدم میتونه فرق بین انگشت وسط و انگشت حلقه رو هم حتی فراموش کنه. برا مهم نیست. باشه، تنها چیزی که میدونم و الان میتونم بگم اینه که اون دختر رویاهامه. بیا یه کاری کنی، من میرم به خاله خبر میدم، میگم که پسرت بالاخره از یه دختر خوشش اومده. عاشق شده آریان؟ خدای من، بده منم ببینم.
وای خدای من، آرایششو ببین، خیلی ظاهرش عجیبه. تو مطمئنی که این آدم مناسب توه؟ اگه خالی نکسو ببینه مطمئنم بیچاره سکته چیزی میکنه و یا اینکه تک تک انگشتاتو میشکونه. واقعا؟ باور کن. ردیما کجا رفته؟ وانش لطفا کمکم کن، اینجا پر بخاره، نمیتونم هیچی ببینم. ردیما حالت خوبه؟ ردیما کجا رفتی؟ اینجا پر از بخاره، من هیچی نمیتونم ببینم. کجایی ردیما؟ سلام. چی کار داری میکنی؟ فکر کردم گم شدی. معلومه. تو عشق تو گم شدم. واقعا؟ فقط داشتم امتحانت میکردم. یادتی که بهم گفتی دوست، تفنگ تو گرفتی سمت منو. فکر کردم ازم متنفری. ولی الان که صدامو شنیدی نگران شدی و دویدی اومدی پیشم. این نشون میده که تو منو دوست داری. مطمئنم وانش، من هیچ وقت نمیتونم ازت متنفر شم. چی شده؟ درست میگم وانش رئیس سینگانیا؟ اگه میخواستی امتحانم کنی چه نیازی به این همه بخار و مه بود؟ بی خیال. تو خودت گفتی که زن تو میخوایی ولی مسیر پیش روت شفاف نیست. اطراف تو ببین، با وجود این همه بخار باز عشق تو منو پیدا کرد. چی شده؟ گرمت شده؟ معلومه وقتی همچین دختر جذابی روبروته. درسته؟ بی خیال دیگه. ببین چه فضای عاشقانه‌ای درست کردم واش، ولی انگار تأثیری روت نداره. اصلا ولش. ببخشید، چی شد؟ دردت اومد؟ میدونی که این جو رومانتیک فقط به خاطر وجود توه و اینجور فضاهای عاشقانه هم هیچ وقت جذاب نمیشه تا وقتی که یکم درد قاطیش باشه. فضای کاملا جذاب و داغی درست کردی عزیزم، این یکم خنکت میکنه. تو راست میگی، میخواستم دنبال زنم بگردم.
ولی وقتی اومدم تو فقط مه سر رام بود. اما الان دیگه نیازی به بخار نیست. همه چیز کاملا شفاف شده. حالا که مسیر برات شفاف شده نمیخوای چیزی به زنت بگی؟ بگو دیگه. تو مطمئنی؟ بذار بعدن میگم. بگو نانگری. خبر خوب رئیس. اون محموله بزرگی که خیلی وقت بود دنبالش بودیم بالاخره رسید. جعبه سیاه دیگه رسیده به شهر. فوق‌العاده است. بالاخره جعبه سیاه رسید. تو کی دستم میرسه؟ کافه کارما ساعت 10 شب. میرم میگیرمش. بگو گیلاس. وانش داری میره جعبه سیاه بگیره. ساعت 10 شب کافه کارما. وانش نمیره. تو قراره بری جعبه سیاه بگیری عروسک. من؟ آره تو. نمیری جعبه سیاه واسم بیاری؟ تا وقتی بهم تحویلش ندی معامله کامل نمیشه. باشه میرم. حالا شد. وانش دوست من، خیلی دیگه از بازی خارج شدی، حالا نوبت منه، نوبت ویومه. ویوم شکست ناپذیره. ای آقا بفرما کجا میخوای بری؟ خانم کیارا تو کدوم ساختمون زندگی میکنه؟ کدوم طبقه و کدوم واحد؟ زود باش بگو تا گلم خراب نشده. گفتی اسمش چی بود؟ کیارا. کیارا کامل بگو اسمشو. نمیدونم چیه. وقتی فامیلیشو نمیدونی من چجوری مطمئن بشم میخوای بری؟ نمیشه همون اسمش کافی باشه؟ نمیشه هر کی میاد که فقط یه اسم بگه بره تو. ببین یه دختر خیلی خوشگله که من خودم امروز سوندمش اینجا. بابا من از کجا بدونم؟ اینجوری وظیفتو انجام میدی؟ پس تو واسه چی حقوق میگیری؟ ببین من یه عکسم ازش گرفتم، شاید عکسو ببینی یادت بیاد. بیا همین خانومه. خب؟ نه من قیافه این خانومو تا حالا یه بارم ندیدم. اصلا دقیقتر نگاه کن. الان واسه زومم میکنم. ببین گونه های قرمز، لبای گلی، موهای پرپاش، چشای درشت. راستی یه کیفم داشت به خودش. آقا بهت میگم نمیدونم، نمیشناسمش. یه چی میگم؟ نه یار، یه دکتر چشم حتما برو. بابا بیچاره گلای من. پس کجای خانم گل؟
جناب نوشیدنی چی میل داری؟ یه چیز خنک، ممنون. ممنونم. باید برم دنبال واش. باید ببینم کی جعبه سیاه رو بهش میده. خیلی ببخشید. برو عقب خانم. جلو پاتو نمیبینی؟ همون شماره‌ای که رو کیف دختری نوشته بود. این یعنی جعبه سیاه دست دختر است. باید هر طور شده گیرش بیارم. عروس جاسوس هم اکنون در کانال یوتیوب فیلم نما.